صبر کو خبر جدی است. هموطنان عزیز، اول سر سلام و عرض احترام خدمت همه ایتان در هر گوشه دنیا که هستید، در خارج از کشور، داخل کشور، هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین. هموطنان عزیز، در آلمان، دولت آلمان 100 تا خانواده افغان از خانه هاشون بیرون کردین به خاطر که اوکراینیا باید بیاد در این خانه زندگی بکنن. هموطنان عزیز، در هر جایی که هستین، در هر کشوری که هستین، بالخصوص کسایی که در اروپا هستین، امروز یه روز سر شما آمده نیسته. بخیزید، در سرکا برای تظاهرات بکنی، صدا بلند بکنی که چرا بالای هموطنان عزیز ما همچی روزی را آوردین. ما یه خانواده را خودم میشناسم، از در برلین زندگی میکنن، فعلا از خانهش کشیدیم، فعلا در خانه فامیلاشون زندگی میکنن که تا خانه به خود پیدا بکنن. یعنی کسی که مربوط به سوسیال است، سرنوشتش تا هنوز نامعلوم نیست، دیگه نیست، خانه هایشان برای اوکراینیا دادین. و که بعضی کسایی را میشناسن که فعلا از کمپاست که زنگ میزنن برام میگن که ما در مثلا سابق در یک اتاق 3 نفر افغان بود، حالا در یک اتاق 6 نفر افغان، 5 نفر افغان، 10 نفر افغان میندازه، برای اوکراینی یک اتاق برای یک نفر است. صدا بلند بکنی، بخیزی، دست به دست هم بتینی. اونجا در افغانستان تا دیروز ما و شما را کشتن به بهانه طالب، به بهانه گروه ها ما و شما را کشتن. امروز که فامیل ناکام شدن آمدند، پس آمدند در کشورشان، اونجا کشور ما به چی حالت است؟ در چی حالت است؟ کشور ما در خون می جوشه، مردم ما بیچاره و بدبخت هستند، اقتصاد ضعیف است. اینجا کسایی که اینجا آرام است، که یک لقمنانی که فامیل پیدا میکنن، یک گروپ چارپی که پیدا میکنن، کمک میکنه به خانوادهشان در افغانستان، میخوان اینا را هم بدبخت بسازن. من زیاد وقتتون نمیگیرم، تشکر از همه ایتان. امیدوار هستم که ویدیوی مرا شیر کنی برای همه دوستایتان برسه، تا یک تظاهرات و یک تجمع درست حسابی دست به دست هم بتیم. همه افغانای ما باید بریم تظاهرات بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. الله یارتم.